در بر شما هموطنان گرامی مشیری هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم امروز روز دوشنبه است و هجده هم از ماه می در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعت و نیم در خدمت شما هستم ابتدای امر معمولا برای اینکه یک بوی ایرانیتی به مشام ما برسد از فراسوی احسار و قرون کلمات درخشان اشو زرتشت بزرگ هست پیامبر ایرانی و وقتی شما به کتاب نظر کنید اصاره کلام استاد توسی رو در میابید یعنی در واقع فهم شاهنامه گمان ناچیز مستلزم درک عوستاست چون همواره سخن از راستی و درستی است و دادگری <applause> و دادگری هیله و تزویر و تحمیل و زور و اینها در این فرهنگ شما پیدا نمی کنید باری بند چهار ببینید درست مثل این که امروز زرتوش زنده بوده و در باب این رژیم آقای ای دار دسته سخنی گفته با اندک ایهام که ما بفهمیم راجع به کی صحبت میکنم. می میفرماید هوا خواهان دروغ کوشش دارند پارسایان و پرهیزگاران را هوا دروغ کوشش دارند تا پارسایان و پرهیزگاران را از پیشرفت به سوی هدفهای مقدس خیش یعنی راستی و درستی و آبادانی و شهر و کشور باز دارد از این دقیق دیگه نمی شود که جمهوری اسلامی رو تبیین کرد تشریح کرد یه بار دیگه خدمتتون می ببینید هواخواهان دروغ کوشش دارند پارسایان و پرهیز کاران را از پیشرفت به سوی هدفهای مقدس خیش یعنی راستی و درستی و آبادانی شهر و کشور باز دارند هرچه آدم درست حسابی بود، وطن دوست بود، درست کردار و راستگو بود، فضیلت داشت، از کار بر کنار هرچه اجامر و اوباش و عرازل بر سر کار. فکر نمی کنم. شما با من مخالف باشی در این با اونها با کردار خسمانه خود بزشتی و تباهکاری مشهورند چه مشهوری هم در سرتاسر سر گیتی مشهورند ای مزدا کسی که با تمام نیرو و وجود خیش بر علیه هواخواهان دروغ پیکار کند او جهان آفرینش را به راه خرد و دانش حقیقی رهبری خواهد کرد اینا چاره جز پیکار نداره واژه پیکار به کار میبره نیروی سیاهی و بدی نشسته بر قدرت نیروی روشنی و پاکی باید با او پیکار کند و زرتشت آمده است که طریق پیکار را به ما نشان بدهد بله این کلامی است که شاید 800 سال پیش از میلاد شاید هزار سال پیش از میلاد گفته شده است خب میایم، از کنم که حافظ بزرگ و یک دیوان شرقی هست از گوته شاعر بزرگ آلمانی اونجا در باب حافظ سخنها گفته و من لازم میدونم یک روز بیا برم و بخوانیم ببینیم این شاعر آلمانی که ایران هم نبود زبانش هم پارسی نبود چه قضاوتی در باب حافظ دارم خب میفرماید چون شبم خاک رهش دامن بیفشاند ز من ور بگویم دل بگردان رو بگرداند ز من روی رنگین را به هر کس می نماید همچو گل ور بگویم باز پوشان باز پوشاند ز من چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین گفت می خواهی مگر تا جوی خون راند ز من او به خونم تشنه و من بر لبش تا چون شود کام بستانم از او یا داد بستاند ز من گرچه فرهادم به تلخی جان براید باک نیست بس حکایت های شیرین باز میماند ز من گرچه شمعش پیش میرم بر غمم خندن شود بر برنجم خاطر نازک برنجاند ز من دوستان جان دادم بهر دهانش بنگرید به چیزی مختصر چون باز میماند ز من صبر کن حافظ که گرزین دست باشد در سقم عشق در هر گوشه ای خواند ز من به به خب خدمت شما ارز کنم که قرار بود امروز ما صحبت داشته باشیم با دوست گرامی آقای میبودی به سبب گرفتاری ایشان میسر نشد و قرار است که این سخن در واقع این مصاحبه دوشنبه دیگر باشد این قرار آخرین ماست و مطلبی که خواستم ارز کنم دیگر این که آقای گرمرودی دوست عزیز من از دالاس تلفن کردن امروز صبح که آقا ما تعداد زیادی بچه های قدیم هستیم امیدتا در کار روزنامه نگاری و اینها بحثی در گرفته است در باب مصاحبه شما و آقای مهری که اونجا بنده عرض کردم بعض ابیاتی که مشهور هست در, در, در ایران از فردوسی نیستن من جمله ز شیر شتر خوردن و سوسمار عرب را به جایی رسیده از کار که تخت کیانی کند آرزو توفو بر توی چرخ گردون توفو این چنان در حافظه ملی نقش بسته که حالا اگر بنده اینجا سی ست هزار بار بگویم این از فردوسی نیست عمل نمی نقش بسته اما از فردوسی نیست پرسیدن به چه دلیل و بنابر چه معخذی دوستان عزیز این نسخه های شاهنامه ارشود که از قدیم بوده است تا میرسیم به جدید و اون کسی که اینها رو در ایران رایش کرده نسخه هایی بوده است که از قرن نهم نه و دهم ده استنساخ شدن و بعد ماکان آمده است در هند از همون نسخه استفاده کرده نسخه های جدید و بعد دوستان رفتن در هندوستان این رو چاپ سنگی کردن در ایران رایج کردن بعد باز چاپ کردن و چاپ کردن که تمام این عبیات که از فردوسی نیست به نام او قلم خورده است ولی شیر شطور خوردن و سوسمار یا این زن اجده ها در هر دو در خاک به جهان پاک زین هر دو اینا از حکیم فردوسین نیستن به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در نسخه های قدیم یافت نشدن یعنی شما اگر از یک شاعری چند نسخه در اختیار داشته باشید فرض کنید یک نسخه از از کنم که حافظ دستنویس. اینجا در اختیار ماست این رو در زمان قاجارها نوشتن یه نسخه هم هست که بهرام گلندام دوست حافظ 20 سال بعد از حافظ نوشته کدام یک معتبرتر است البته نسخه قدیمتر بنابراین به دلیل اون که در دست نویس لندن و در دست نویس فلورانس و در دست نویس سنت جوزف اینها دیده نشد که اینها قدیمترین دستی مثل شاهنامه هستند میتوان نتیجه گرفت که اینها از حکیم توسی نیستند حالا این یکی دو بیت که سهل است صدها صدها بیت جعلی اضافه کردند بسیاری از این ابیات متعالی و اینها همه جعلی است در ابتدای شاهنامه بعضی هم اصیله در حق اعراب و حمله اعراب سخنان شدید تر از این دارد فردوسی اما این یکی از شاهنامه نیست تا اونجا که بنده دیدم مثلا در نامه یزگرد هر که میگوید از این مار خار اهرمن چهرگان زدانایی و شرم بی بهرگان یا از این زاغ ساران که و میگوید در نامش که در اسناد ملی بوده به دست استاد افتاده اینها هست اما این زشیر شطور خوردن رو بنده ندیدم حالا اگر دوستانی هستند که دیدن و ممکنه که از چشم من پنهان مانده باشد ما رو راهنمایی کنند اما در این نسخه قدیمه این ابیات یافت نشد در شاهنامه چاپ استاد دبیر سیاقی گرامی که همون چاپ ماکان است در آخرین ابیات این دو بیت آمده از شیر شتور خوردن و سوسمار از این صحبت ها این است که به این دلیل بود که فرمودید که به چه دلیل به دلیل اون که در نسخه قدیم پیدا نشد پس معلوم می شود جدیدترها اضافه کردن به کتاب مستطاب شاهنامه حالا اینکه صهل است قریب ۱۰زا۰ بیت جعلی اضافه کردند در طول این اثار و قرون و اون رو به ۲زار شست، شست هم رساندند در حالی که کتاب مستطا شاهنامه به طور متوسط نسخه های خوب بین ۴۸ تا ۵۲زار بیت بیشتر نیست به ۶زار نمیرسن این از این خدمت شما ارز کنم که یک فیلمی کامران برای من پرستاد از دالاس تگزاس در اونجا یک شطوری زایمان کرده و چون بچهش هم رنگ خودش نبوده بچه رو قبول نمیکنه یک ملودرامای فوق العاده ای است این داستان که چگونه این دوستان مغال ما با چه ترفندی بچه رو با مادر نزدیک میکنن اینو خواهش میکنم پخش کنید ببینید چگونه است این داستان خیلی دیدنی است واقعا بله گفت اشتر به شعر عرب در حالت است و طرف تو خود چه جانوری که از عشق بیخبری دیدید که این به لطف هنر موسیقی این شطور که حالا بالاخره یه گریه می کرد حالا این گریهش مثل گریه انسان اسم نمیدونم اما می گریست شطور با آوای موسیقی پذیرا شد پذیرا شد و چه روح لطیفی نشون داد از این آدم هایی که اونجا این کار رو انجام دادن با چه لطافتی و با چه صبری و با چه مهری حالا ما ایرانیان آریایی متمدن ببینیم یه شطوری کجاست که کار رو تا دسته فرو کنیم توی گلوش بعد خونش رو به تبرده خود تمیان این وحشی های قبائل هزار سال پیش ما و برداریم ببریم سعدی دیده بود این داستان ها رو براتون خوندم یه بار یا دو بار از گلستان گفت با کاربان میرفتیم و یک آخوندی هم با ما بود تا رسیدیم به حی بنی هلال یعنی قبیله کوچی من کودکی سیاه از حی عرب به در آمد و آوازی خان که مور را از هوا به در آورد و شطر آخوند به رقص آمد به وجهی که او را بیانداخت گفتم در شطر اثر می کند و در تو حالی اثر نمی کند اشتر به شعر عرب در حالت از تو طرب تو خود چه جانوری که از عشق یه خبری چنین چیزی این همی داستان بود مغولستان کشور دموکراتیک اون منطقه است و این باعث حیرت است این جامعه که چنگیز خان رو تولید کرده و در تمام تاریخ ها به وحشیترین آدم ها اینا توصیف شدن که سی میلیون کیلومتر مربع از این خاک زمین رو به ضرب شمشیر گرفتن و میلیون ها تن کشتن و چنین چنان کردن امروز به لازم مدنیت از ما جلو، جلوتر هستن چرا؟ چون, متن... چون دموکراسی دارن ما عقب می رویم چرا به جهت اینکه ما الحمدلله استبداد داریم به جای منطق زور و چماق داریم این کشور آمریکا از روزی که زاده شده توسط اون چند که اون قانون اساسی کوچک رو نوشتن همواره به طرف جلو بوده زیر سایه اون دموکراسی همه مشکلاتش رو حل کرده امروز شده از بزرگترین کشور گیتی از کنم که غول اقتصادی تکنولوژی ارز کنم که غول ارتشی به هر چی فکرش میکنید چشم جهان به اینجاست به این دویستی میلیون به جهت که زیر سایه قانون و حاکمیت ملی انجام میشه همه کارها برای هم قانون هست ما به عقب می رویم به جهت اینکه به جای قانون چماقدار داریم بله نگاه کنید به ارز کنم که صفحاتی که نشان می در کره زمین چه کشورهایی دموکراتیک هستن اونجا می بینید که مغولستان سبز اروپا سبز کشور ما سیاهه و سایر کشورهای عربی و این داستان غریبی است خب از این هم بگذاریم هفته ای یک بار یکی از پیامبران اصل جدید که خدمات شایسته به نوع بشر انجام داده است رو خدمتون معرفی میکنیم هفته پیش گالیله رو معرفی کردیم گالیله و گالیله ای و کارهای بزرگی که در علم کرد پدر فیزیک جدید پدر دانش جدید گالیله بود و اون داستانش که به خدمتون گفتم امروز میخواییم از الکزندر فلمینگ کاشف آنتیبیوتیک پنسیلین با شما صحبت کنم در این یک میلیون سالی که میگویند این بشر ظاهر شده است بر این صفحه گیتی خیلی راحت بابت یک عفونت کوچک میمرده بابت یک عفونت کوچک میمرده و جنگ ها که اتفاق میافتاد هایی که اسمشون دکتر بود راه میافتادن اونجا دنبال این سپاه یک چادری داشتن و یه تبر داشتن و یک اره کسی تیر خورده بود می پاش پاشو قطع میکردن و توی روغن سرخ فرو می بردن و بابت یک عفونت کوچک که از دستشون در می رفت اون شخص می مرد خیلی راحت یک عفونت کوچک در روده یک عفونت کوچک نمی در دندان یک عفونت کوچک در از کنم هر عضو بدن باعث مرگ می شد فلیمینگ رو لطفا نشون بدین اینا چند برادر بودن یک برادر بزرگ بله همین آقای فلیمینگ بله این آقای فلیمینگ از پیامبران اصل جدید همه پیامبران اول از اول از یک میلیونیم خدمات این مرد رو به بشر انجام ندادند برادر بزرگ پزشک بود اینها در واقع اسکاتلندی بودند. برادر بزرگ این برادر کوچکتر رو تشویق کرد که پزشک بشود ایشون رفت به بیولوژی و تحقیق در باب میکروب ها رو پیشه کار خود کرد و در جنگ اول شرکت کرد او مشاهده کرد که این داروهایی که برای از بین بردن میکروب ها در سطح بدن سربازان زخمی مالیده می شود میکروب ها رو در سطح هضمه می برد. اما در عم عفونت اف ها بسیار می شود به وجهی که سرباز رو می کشه. وقتی که جنگ تمام شد و فلیمین برگشت به کار تحقیقاتش و استادی دانشگاه لندن رو در رشته همین بیولوژی و اینا گرفت آمد و این داستان رو پیگیری کرد و یک روز بر, بر حسب اتفاق کشفی بزرگ کرد و یک میکروبایی کشت کرده بود و اینها بعد از یک هفته آمد دید که این چیزی که کشت کرده در اطرافش میکروبا خالی شدن متوجه شد که این چیزی که کشف کرده آنتیبیوتیک هست حالا نامش پنسیلین از کجا آمد بماند اما کار رو در واقع این کار در سال 1829 سی انجام شد اما پنسیلین واقعی در حدود سال 1900 و ارز کنم که 47-48 بعد از جنگ دوم بود که در واقع به سمر نشست و این بزرگترین خدمت به پزشکی بوده دوستی دارم از خوانین بختیاری برای من سخن میگفتند که برادری داشتند که بیمار بود و عفونت داشت و اون حکیم باشی محل را آوردن و اینها حکیم باشی گفت کاری از ما ساخته نیست شما بهتر است که برای مراسم کفن و دفن این بچه اقدام کنید بعد سخن به میان آمد که در اصفهان یک چیزی آوردن بهش میگویند پنسیلین که در یخ بایستی هم نقل بشه و اون آمپول بزرگ هم همراهش هست و پدر ما فرستادن از اسفهان دکتر آمد با همین دستگاه یخ و پنیسیلین گو وقتی که تزریق کردن به برادر من مدتی و غذا نخورده بود چهار ساعت بعد بیدار شد و طلب غذا کرد و فر فردا یا پس فردا تو کوچه با بچه ها بازی میکرد و جانش نجات یا میلیون ها نفر همه ما در یک مقطع از زندگی ما نیازمند کشف بزرگ آقای فلیمینگ بوده ای ما هستیم و خواهیم بود آقای الکزندر فلمینگ ولی ایرلندی که در،, در, در, انگلیس تحقیق میکرد و جایزه بزرگ پزشکی را هم جایزه نوبل را هم برد و نامش همیشه به عنوان یکی از بزرگترین خادمان به نوع بشر خواهد بود و لازم است که ما اینها رو بشناسیم اینا همه به قوه خرد و منطق درست به دست بیاد به تحقیق چیزی که با خرد سازگاری نداشته باشد هیچ میوهی به دست نمیدهد مثل که فرض کنین برویم بشینیم یه عده دارن گریه میکنن مش دستگاه هم گذاشتن آقا چرا گریه, میکنی؟ گریه میکنیم گریه بر حسین ببینیم میخوام یه موشک بفرستیم به مریخ داریم گریه میکنیم کنیم ببینیم شاید این خودش بره بزرگترین راهنما و بزرگترین چراغ هدایت خرد بین دو تا گوشه تو کتاب قرآن و تو کتاب تورات و تو کتاب انجیل و اینا نیست نیست و هر کاری که مخالف با خرد باشه با منطق و عقل باشه به جای نمیرسه حالا یه خانواده بنشینن نوحه حسین بخوانن در منزل در ببندن که خداوند شاید از سوراخ یه چیزی پرت کند پایینی اتفاق نمیافته هرگز نیفتاده چندین سال تحقیق این مرد بزرگ مبتنی بر روش علمی این کشف بزرگ رو به دست داد که امروز نوع بشر استفاده میکند و ترسی که هست امروز این هست که نکند میکروب های موجود نسبت به پنیسیلین های موجود حالا پرسیلین که میگم یه نوعشه انواع اقسام این آنتیبایتیک ها هست حساسیت خودشون از دست بدن اون موقع خطری بزرگ ممکن است بشریت رو تهدید بکند اما تا به امروز کشف بزرگ فلمینگ بشریت رو نجات داد خب اجازه بفرمایید که ما یک موسیقی با انتخاب سپه بشنویم برمیگردیم و کتاب بسیار مهم و جالب شخصیت محمد یا حل اون راز مقدس از عبدالغنی رصافی برای شما بخوانیم بعد از شنیدن یک موسیقی کتاب نقدی بر چاپهای انتقادی شاهنامه و تصحیح جدید از داستان رستم و سهراب پژوهشی از بهرام مشیری به انزمام شش سیدی قرائت و شرح این داستان جهت سفارش با تلفن 818 345 0607 تماس حاصل فرمایید انتشارات سرزمین جاوید نخستین مجموعه ساز و سخن برگزیده از اشعار حافظ سعدی خیام و ملک شعرا بهار بر روی چهار سیدی جهت تهیه این مجموعه با شماره تلفن 818 345 06 07 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید با درود بر شما عبتان گرامی آهنگی که شنیدید از آقای پرویز مقصدی و سرپنجی یه گرم و استادانه یه دوست عزیزم پرید پرشاد بود قطعه بسیار رومانتیک و زیبا که شنیدید خدمتون از کنم خبرهای خوش به بنده میرسد دیروز یکی از از کنم بزرگواران که سابق استاد دانشگاه هاروارد بودند و امروز در دانشگاه دیگری تدریس میکنند لطف کردند چون کتاب برایشون فرستاده بودند و با یک ذوق تمام میگفتند آقا هر کاری داری بگذارید زمین و به به همین شاهنامه گفتیم آقا حالا این هفت سالی که گذشت بر صورت یه بیدید خستگی از کنم که رفت بشود و به پردازی به همین کار رو هم خواهیم کرد یعنی بعد از این مقالطات چنان که عمری باشد و لطفی باشد از سوی امام زمان عجل الله تعالی و فرج و شریف ما میپردازیم پردازیم به یکی یکی داستان شاهنامه و از جنگ مازندران شروع خواهیم کرد که همون هفخان باشد و جنگ هاماوران و داستان سیاوش و جنگ هفلشکر و رستم اسفندیار و داستان فرود غیره و غیره تو ببینیم به کجا میرسیم تعدادی از کتاب ها هست هنوز و اون تلفنی که اعلام شد و به همین تلفن هم میتوانید زنگ بزنید و ما بتوانیم فضا رو باز کنیم برای کتاب بعدی در زم به عرضتون برسونم که روز یک شنبه در اولمپیک کالکشن خواهیم بود اون فلایر هم لطفا نشون بدین بله سخنرانی جلسه پرسش و پاسخ و امضای کتاب پذیرایی با چای و شیرینی یک شنبه 24 ماه می ساعت 3 ساعت 4 بعد از ظهر در المپیک کالکشن که آدرسش همونجاست ورودی رایگان نوشتن تلفن اطلاع 383 1890 روز یک شنبه می دوید بیانید اونجا دیدار کنید و در باب مطالب کتاب صحبت کنید سپاس خب سالهاست ما اینجا خدمت شما سخنانی گفتیم در باب تاریخ اسلام من بسیار خوشحالم که شاهد از غیب رسید و یک دانشمند بزرگ عرب، استاد عربیت، استاد تاریخ اسلام، استاد فقه که در جهان عرب بسیار بسیار مشهور است، این کتاب شخصیت محمدی رو بهش که از روشنفکران بزرگ عرب بوده است. ما همچنین مرد شجاعی در بین خودمان ایم. با اینکه بیشترین زیان رو ما دیدیم، عرب خب بالاخره سودی بردن و غارتی کردن و ارز کنم که یه چند قرن مفت میخوردن زیر سایه اسلام ما همش دادیم جان دادیم زنامونه بردن ارز کنم که اموالمونه بردن اسباب زیبا، اسبای زیبامونه بردن سرزمینمون تصرف کردن تا 600 و اندی سال هر چه کار کردیم اونجا فرستادیم اونا بخورن حالاشم باز داریم میدیم کار ما دادن بوده به هرا ثروت هر چه داشتیم آقای خامنه ای شنیدم چند بیلیون دوباره برای اسد پول فرستاده یکی نیز بپرسد آقا تکلیف شکم های گرسنه و سرزمین های خراب ایران زمین چه می شود؟ این ثروت ها متعلق به این مردم است این حکومت متعلق به این مردم است شما چه کاره هستید با این هیبت و هیئت بیگانه با هیبت و هیئت غیر ایرانی آمده اید بر ایرانیان حکومت میکنید شرف و حیثیت کشور رو بردید انوار ملت رو عرض میکنم که درش اصراف میکنید بدون اجازه ملت ما محکوم هستیم به این که هرچی داریم بدهیم به اونها آقا گریه هم تازه بکنیم همیشه هم حس ترس داشته باشیم از این, از ایدئولوژی وحشت کنیم شبا خوابمون نبره قبل از مردنم هم هر چی داریم بدیم ملا که شاید فشار قبر رو کم بکنه اینها تقصیر آدم است که در روزگار گذشته مسئولیت تعلیم و تربیت بچه ها رو برهده داشتن یعنی وزارت آموزش و پرورش از ترس آخوند کوچکترین چیزی نمی یک کسروی پیدا شد و مرد دلاور اندکی مردم رو بیدار کرد خب ما اینجا گفتیم که آقا در جمعی جنگ ها اول اینکه خیلی عجیب است که پیغمبر بره جنگ این اصلا یه چیز غیر قابل قبولی است خنده آور گریه آور من چه بگم رسول الله که جنگ نمیره هی گفتن آقا اینا دفاع میکردن در جمعی جنگ های سی و دو سی جنگی که رسول الله شکر داشته یک جنگ اینا آمدن در احد اونم به انتقام کشتگان بدر بود که اینا رفته بودن اونا کشته بودن یک جنگ خندق که اصلا اتفاق نیفتاد بقیهش تهاجمی بوده از سوی اینها حالا ما ببینیم این آقای رصافی دانشمند بزرگ عرب در باب جنگ های دینی نوشته از جنگ های دینی محمد دیگه صلی الله و غیره و اینا رو گذاشته کنار طبق گفته شخص محمد به من دستور داده شده است که با مردم بجنگند تا اینکه بگویند لا اله الا و میخوام خدمت شما ارز کنم که این راود بغداری رئیس همین آیسیس گفته است که آقا اسلام آین حربه در یک کتابی میخواندم شاید همین کتاب بود علی بچه دار شد حسن رو رسول گفتن آقا اسمش چیز علی فرمود حرب قربا حرب یعنی جنگ حضرت محمد اسمش گذاشت حسن دومی آمد گفت اسمش چیه علی فرمود حرب قربا حرب اینایی ای باید حرب بکنن یعنی یک دستشون باشه بیفتن به جان اینمون حرب گفت نه اینم میذاریم حسین حالا حربش رو شما چیز نکن خودت داری به قدر کافی حرب میکنی خب میگوید که با مردم به جنگم تا ببوید نشدن لا اله الا الله و محمد رسول الله ان محمد رسول الله خب این زور نیست بدین معنی که جنگ هایی که به راه انداخته شد تنها برای بالا بردن نام الله و دین او بوده است و چون این جنگ های اصولا باید آری و منزه از هر گونه کین توزی و حب و بغض و دشمنی های قومی و تیره ای و نژادی و عشق مال و آزهای دنیوی باشند قرار است که باشند البته ولی نگاهی جهر به انگیزه های واقعی و سیر جریان این جنگ ها این حقیقت را برای ما آشکار می سازد که جنگ های مزبور اونچنان که تصور می رود منزه و پاک نبودن جنگ منزه و پاک نمیشه که پیش از این گفتیم که چگونه محمد در امر جنگ مرحله به مرحله پیش می رفت و نخوص اون را روا و مباه اعلام کرد و سپس اون را بر کسانی که علیه مسلمانان اقدام به جنگ می جنگ کنند فرض و واجب می دانست. و در مرحله بعدی و در سال هشتم و به گفته و به گفته این نهم پس از هجرت اون را برای همه مسلمانان واجب دانست چه مشتگان آقاگرد باشن یا آغازگر نباشن اینو بنده نمیگم ما دانشمند عرب میگه که با توجه به اون میتوانیم نتیجه بگیریم که جنگ هایی که میان سال اول و هشتم پس از هجرت اتفاق افتاد همگی جنگ های دفاعی بودند که تنها دو بار اتفاق افتادند نخست جنگ احد و دیگری خندق و به جز این دو جنگ سایر جنگ ها همگی جنگ های تهاجمی و تعرضی و یا شبه تهاجمی بودند از این نظر می گویم شبه تهاجمی چون گاهی به دلایل غیر قطعی و نامحقق اتفاق می‌افتاد افتاد می, می آقا ابو سفیان کی و کی و کی تدارک جنگ دیدن اینا هم یک یک دویس نفری از این دوزان مدینه نرسیده اینا رو میکشتن اموالشون رو قارت میکردن و مدینه چه پتای ها جا این هست خب ای دو دقیقه وقت داریم تا اخبار این میخونیم خدمت رو. مثلا به محمد خبر میرسد که طایفه بنی فلان دارن برای حمله حمله به مسلمانان ساز و برگ فراهم میسازن و مسلمانان برای جلوگیری دست پیش را میگرفتن و به دشمن حمله میکردن ولی برخلاف گزارش های رسیده با چنین آمادگی و ساز و برگی روبرو نمیشدن ولی با این وجود آنها را سرکوب میکردند و با غنائم جنگی و اسرای فراوان زن و مرد و کودک باز میگشتند مثلا در جنگ بنی اسد مردی از قبیله تی که برای دیدار دختر برادرش به مدینه آمده بود خبر آورد که طلیحه و سلمه دو فرزند خوبل ساز و برگ جنگی فراهم آورده و به هم راه قوم خود و به همراه قوم خود و دیگر کسانی که از اون اطاعت میکنند برای جنگی با پیامبر اسلام میآیند پس رسول الله ابا عبدالله ابن عبدالاسد را فرا خاند و درفش را به دست او سپرد و 150 نفر از مهاجرین و انصار را برای سرکوبی بنی اسد بابه فرستاد هنگامی که ابو سلمه با یکی از چراگاه بنی اسد رسید سه تن از چوپانان اونها را اسیر کرد جنگی نبود آمادگی نبود کسی نمیخواست حمله بکنه سه تن چوپان را اسیر کرد و دیگران فرار کردند پس افراد خود را به سه دسته تقسیم کرد یک دسته همچنان بابه ماندن و دو دستی دیگر برای قارت و قنیمت گیری و اسیر کردن زن و مرد حمله بردند و مقدار زیادی شتر و گوسفند و بز به دست آوردند ولی با کسی روبرو نشدن یعنی یه خبر واهی بود رفتن اموال مردم رو قارت کردن بود و با غنیمت های به دست آمده به سوی مدینه سرازیر شدن الحمدلله این منورش مال همینه ها منورش مال اینه که زن و بچه و اسیر بگیری کودکای گریان و بیاری در مدینه بفروشی به آدم های بی انصاف وحشی بفروشی حالا آره اونا با اینا چیکار کار میکنن مهم نیست گیر ما بیاد چند تا شطور بخوریم کباب شطور به خصوص بچه شطور اونا که خوردن میگن کباب کبابی ها کلش هم بپزیم تو دیگ اونا موجود بودن کاروباری که نداشتن که قرمتون برم از, از دسترنج دیگران با حمله به نام الله اینا جوابی هیچ کس نداره به اینا بده چون انقدر اخبار و انقدر تاریخ نویس و انقدر آیات قرآنی هست فقط یه ماله یه فرغون گل برداشتن میکشن اما روی آفتاب رو نمیشه گل مالی کرد به گل چشمه خور نشاید نهو سعدی گفت هزه اخبار رو بشنویم بگریم دنباله این سرقت ها یک نکته هم یادم آمد زمانی که نیکسون پریزیدن شد گفت من به کاخ سفید احترام رو باز خواهم گرداند حالا چرا این را از کردم؟ چون کاخ سفید دیگه احترامی نداره آقای اوباما که بسیار مرد نیک نفس و خوبیست دعوت کرد از سران عرب. یکیشون پیدا نشد. یکیش آمده پسر امه دختر اموشو فرستاده. یکی نمیدونم پسر خالش که نمیدونم چوپان بوده فرستاده. یکی از این سران درست حسابی پیدا نشدن. آدم های درجه سه و درجه چهار با این تشکیلات که میدانید آمدن تو کمپ دیوید. کمپ دیوید این رو آیزنهاور ساخت. وقتی که یک امر مهمی بوده این یه سنت شده پرزیدنت میره و در کمپ دیوید و دعوت میکنند از شخصیت های بزرگ اونجا مطالب مهم سیاسی رو حل و فصل میکنند این عربها مثل همین شاه عربستان و دیگر شیخ های منطقه مثل قابل ندونستن گفتن آقا ایشان میخواهد ما رو فریب بدهد و با ایران معامله کند بعضی اخبار اینجوری میگن آدم های درجه سه و 4 فرستادن به ارسانم که کمپ دیوید این هم داستان خنده است حالا بماند خب بگنیم سر اصل مطلب پس میبینیم که نام شبه تهاجمی صحیح ترین است که میتوانیم بر یک چنین جنگی بگذاریم زیرا اونها یعنی بنی اسد جنگی را علیه به آغاز نکردند تنها به او خبر رسید که چنین قصدی دارند و نظیر این واقعه در غزوه ها و حملات او فراوانند و با در نظر گرفتن نتایج و پیامدهای این جنگ ها و چگونگی به وقوع پیوستن، پیوستنشان می توان اونها را به سه دسته تقسیم کرد نخود جنگ های ریشه کنی <تصحیح> ریشه درار وقتی میگن ریشه درار مکر عبدود ریشه درار خب نخست جنگ های ریشکنی مانند جنگ هایی که علیه یهودیان مدینه به راه انداخته شد و منجر به ریشکن شدن آنها شد که خود دو دا حالت داشت یا کشتار مانند بنی قریز قریزه یا کوش دادن مانند بنی نزیر و بنی قینقا دوم جنگ های قنیمتی که نتایجی جز به دست آوردن قنایم جنگی نداشتند و بیشتر جنگ هایی که در دوران او اتفاق افتادند، از این دست بودند. مانند دسته ها و گروه های مسلحی که برای چپاول کاربان های قرش میفرستاد و یا جنگ بنی مستلق و یا واحد های نظامی او که برای جنگ با کفار گسیل می شدن. جز قنیمتگیری و چپاول هدف دیگری نداشتند. اینا رو هی ما سالاز گفتیم مطابق تاریخ آقا اینم دشمن اسلامه آقا حقیقت رو, حقیقت رو گفتن دشمن از اسلام میسازه این این یه پروفسور عرب دیگه کتابش هم خیلی هم قطور و محققان است الرصافی خب جز قنیمتگیری و چپاول هدف دیگری نداشتند و گاهی حتی اتفاق میافتد که خود مصابان ها هدف چپاول و قارت واحد های نظامی محمد قرار می گیردن. اشتباهی میرفتن خودی رو قارت مثلا در حمله یک واحد نظامی مسلمان به رهبری زید بن حارسه فرزند محمد به منطقه, به منطقه جزام چون این حالتی اتفاق افتاد و خلاصه اون چنین است آن نمیدم این واقعا پرنانسیشنش تلفظش جزام هست چون نگذاشته حرکاتش رو میگه که دهیه کلبی با خلعت و مقداری پول که از طرف قیصر روم به او داده شده بود به سوی مدینه می رفت که در منطقه به نام فلان و فرزندش و عدی از مردم رو روبرو شد مردم همون جزام یا جزام اونها را راه را برو بستن و قارتش کردند و جز یک پیراهان کهنه بر تنش نگذاشتن این خبر فورا به گوش عدی از مردم مسلمان از بنی زبیب رسید که آنها هم درنگ نکرده و به حمایت او یعنی دهیه کلبی برخواستن و آنچه را که از او گرفته شده بود به بی پس دادند. دهیه پس از رسیدن به مدینه به رسول الله وارد شد و ماجرا را شهر داد اونی زید ابن حارسه را به همراه 500 نفر به سوی جزام یا جزام گسیل داشت و دهیه را هم به همراه اونا فرستاد زید به همراهانش شبها پیش میتاختند و روزها استراحت و رو کمین میکردند همراه این عده راهنمایی بود از بنی عذره موقعی که به مقصد رسیدند به هنگام بالا آمدن آفتاب همراه را بر هنید و فرزندش و همراهانش آغاز کردند و همه جا همه را یک جا, یک جا کشتن و هزار شتور، پنج هزار گوسفند و بوز و سر نفر زن و کودک به غنیمت گرفتن این سخنش به عینه سخن برتون راسل است که محرک اصلی پشت و قوه محرک اصلی پشت سر لشکرکشیهای های اسلام پلاندر بوده پلاندر یعنی قارت و دزدی خب هنگامی که بنی زبیب یا زبیب که که ناجیه دهیه به او بودن از ماجرا آگاه شدن فورا نزد زید آمده و او گفتن اونها مردم مسلمان می باشن زید به مردی سخنگوی بنی فلان بود گفت قرآن را بخوان او هم قرآن را خوان ولی زید سخنان او را باور نکرد و بر نگاه داشتن قناعم و زنان و کودکان اصرار ورزید حالا رفتن مسلمان را قارت کردن و اسیرم کردن اونها نیز زید را رها ساخته نزد پیامبر آمدن و ماجرا شرط دادن و بو گفتن ای رسول الله تو نه حلالی بر ما حرام میکنی و نه حرامی برای ما حلال پیامبر گفت با کشته شده ها چه کنم گفتند اونهایی را که زنده ماندن رها کن و اونهایی که کشته شدن خونشان به هدر رفته است پیامبر گفت راست است گفتن شخصی را با ما به سوی زید همراه کن پس پیامبر به علی دستور داد با آنها برود علی گفت ای رسول الله زید از من اطاعت نخواهد کرد پیامبر گفت شمشیرم را با خود ببر پس علی شمشیر پیامبر را با خود همراه برد و در میان راه با شخصی روبرو شد که زید او را برای دادن بشارت پیروزی سوار بر یکی از شترهای قنیمتی به سوی پیامبر فرستاده بود پس علی شطور را به همراهانش پس داد و اون مرد را بر شطور و کنار خود سوار کرد پس از رسیدن به زید دستور پیغمبر را به او ابلاغ کرد زید گفت چه نشانه ای برای این کار داری علی شمشیر پیغمبر را نشان داد و زید او را شناخ و فورا سپاهیانش را جمع کرد و به آنها گفت قنائم را به صاحبانش پس دهید این شمشیر پیامبر است و آنها نیز چنین کردند خب شما فکر میکنید وقتی آخوند ها حمله کردن به ایران و آمدن و این بار سر سر کشور رو یک جا متصرف شدن خوردن اموال مردم که هیچ گناهی نداشتند و یک عمری به قوه فکر و عرق جبین و کد یمین یک کارخانه ساخته بودند حالا یهودی بودند باهایی بودند اهل اون مملکت بودند اینا رو به چه عنوان بردن این دستور عملش اینجاست اینا خود رو نماینده پیغمبر و اولاد او می دانستن سادات هم که هستن و بقیه رو هم کافر قنیمت گرفتن خودشون هم گفتن گفتن زناشون هم اگه بردن باید شکر خدا بکنن زناشون هم حق ما بود این از سیستم حکومتی ما در قرن 21 خیلی واضح است که مرتکبان راهزنی علیه دهیه کلبی شمار معدودی از جزام هنید و فرزندش بودن و تنها این دو نفر مجرمان واقعی به شمار میروند و نه همه قبیله که البته با پس گرفته شدن اشیا و متعلقات مربوط به دهیه و برگرداندن آنها به اون نتیجه اینجور نیز برطرف شده است و تنها چیزی که میماند مجازات مرتکبین جرم به استناد حقوق عمومی مسلمانان میباشد همچنین دهیه به خوبی میدانست که نجات دهندگان او مسلمان بودند و در غیر این صورت او را رها ساخته بودند و یا اصولا به کمکش نمی آمدند و همراه شدن او به دستور محمد با زید نشانه این است که معمولیت وی مجازات گناهکاران بوده نه جنگیدن با همه اون قبیله زیرا همراه شدن با دهیه تنها به این دلیل میتواند باشد که گناهکاران را دیده و شناخته و توسط او امکان شناختن و مجازات آنها ممکن بوده تا اینکه بیگناه از گناهکار مشخص شود البته دهیه میبایست این کار را میکرد ولی چون دید که زید دست به کشتار مردان آنها زد و اموال و زنان و کودکان آنها را به غنیمت گرفت ساکت ماند و چیزی نگفت مهمتر از همه زید میبایست ادعای مسلمانی آنها را به خصوص پس از پشت سرگذاردن امتحان خواندن قرآن میپذیرفت و از جان و مال و زنان و کودکان اونها صرف نظر میکرد ولی او سخن آنها را نپذیرفت و بر اموال و زنان و کودکان آنها اصرار ورزید بله و تنها آمدن علی با شمشیر محمد او را از این کار منصرف نمود و چنانچه علی شمشیر محمد را همراه نداشت بر عقیده خود باقی میماد و این ثابت میکند که نخستین هدف یک فرمانده سپاه غنیمت و چیزی جز قنیمت نبوده است و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بله آین الله حالا بیا درستش کن ایرانی آریایی هزار سال هزار چار سال اسیر دزدان بوده ابن خلون هم همین رو گفته خود قرآن هم همین رو میگوید حالا ما آمده ایم یک مش دوز رو پذیرفتیم دوز دمبا به سر و به وضوح دارن قارت میکنن یک زمانی به عمر خبر دادن که آقا این خالد ابن ولید برای یک قصیده ده هزار درهم یا دینار انعام کرده یک آدمی رو فرستاد گفت میروی سراغ خالد امامه رو میبندی به گردنش میکشی با توهین جلو سپاه توضیح بده این پول رو از کجا آورد آیا کسی هست از این همه دوز با اون برج های بلند رو کارخونه پرش گفته از پنجاه درصد تولیدات ما رو در این ماه آخر ایران میبره پرش ها رو کی میبره اون معلم بیچاره ای که سالی یه میلیون تومن درآمدشه یا اون کارگر کیا پرش سوار میشن دزدان قنیمت گرفتن خب مملکت رو حالا اگه اجازه میدن بقیه اونجا زندگی بکنن با گرسنگی و بدبختی اون دیگه لطف و مرحمتشون یک روز خوش برای این ملت نبود در این سال یک روزی که با خشونت و خبر کشدار و اعدام و درآوردن چشم و قطع دست رو ارز کنم که یک چیز ننگین بوده وجود نداشته بجونهش. یک روز خوش نبود حالا شنیدم که گفتن 25 شهری بر 25 اردی روز فردوسی اعلام کنیم خب روز فردوسی اعلام کنیم همین که کافی نیست علی خامنی هم گفته است من برادران من من مخالف نیستم که از فردوسی تجلیل بشود یه همچی چیزی هم تو کی هستی؟ این روزی رو به نام فردوسی خواندن مقصود این نیست که یک روزی رو به نام فردوسی در تقویم نوشتن بایست این محققان رو جمعوری کرد تحقیق ها بکنن بودجه ها برای این کار بذارن مقالات منتشر بشود عمق اندیشه فردوسی و مقصود او از کتاب شاهنامه به صورت مقالات در اختیار بچه ایران قرار بگیره بزرگداشت یعنی این نه اینکه کلا سر مردم بذاری چون ببینی شاهنامه رو نتوانستی از بین ببری و به سوزانی حالا گفته عزیزان من حالا من مخالف نیستم حالا تو کی هستی دو روز دیگه تاریخ به تو خواهد خندید بابا جان تو کجا فردوسی کجا همچون مقصی لاغر در حضرت شهبازی لطف فرمودن یکی دیگر از حوادثی که حقیقت این جنگ های قنیمتی را فاش می سازد واحد سواره سینفری محمد ابن مسلمه می باشد که از طرف محمد برای سرکوبی و چپاول بنی بکر ابن کلاب در غرتا گسیل شدند محمد ابن مسلم شبها حرکت میکرد و روزها به استراحت میپرداخت که به عده که در نزدیکی چاه, بله چاه آبی خود را برای اتراق کردن آماده میکردند بر نمود او کسی را نزد آنها فرستاد تا هویت آنها را معلوم کند شخص مزبور پس از بازگشت گفت آنها عدهای از قبیله مهارب هستند مسلمه اندکی صبر کرد تا وقتی اونها کاملا اتراق کرده و مستقر شدند و شطرانشان را خواباندند اونگاه به اونها یورش برد و تعدادی از اونها را کشت بقیه نیز وادار به فراش شدند و گوسفندان و شطران اونها به غنیمه گرفته شدند ولی زنان را به حال خود رها ساخت و به راه خود ادامه داد تا به نزدیکی بنی بک رسید و به اونها تاخ و ده نفر از اونها را کشت و هرچه چهار پا داشتن به غنیمت گره و با خود به مدینه آورد منوره منورش مال اینجاست اینقدر چیز مهم در جهان هست لایق گفتن لایق بحث کردن این که ما چسبیدیم به این داستان عقب افتاده به جهت اینکه مشکل ما امروز اینها هستند دوشبانی نداریم با تاریخ و اسلام و غیره و اینا خب کردن رفت گذشت اما این سمومات این اخلاق فرومایه هایی نبایستی پیکر ایران زمین رو مسموم بکنه اینا بایستی برن خمس و زکاتشون بکنن گوش مسجد هم مفتی که میخوردن گچه ایرانیان دیگه به اینا مفت داد که بخورن خودشون خودشونم میدنن اما شغلشان این نیست کشور مداری کار آخون نیست که بابا اون هم در, در این قد در این عصر خب دوستان گفت این سخن پایان ندارد ای جواد خط کن و الله علم به رشاد بله یک بار دیگه اعلام میکنم که روز یک شنبه در اولمپیک کالکشن از این تشریف بیارید هم دیگه رو ببینیم و صحبت کنیم و بعد هم ما در واقع سفری خواهیم داشت سفرها در حوزه تگزاس شهرهای هوستون خود دالاس آستین و اوکلاهاما و بعد هم به احتمال زیاد واشنگتن دی سی ویرجینیا شاید هم نیویورک و شیکاگو نمیدونم ببینیم چه پیش خواهد آمد با سپاس از شما بزرگواران که توجه فرمودید و سپاس از سپر عزیز برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر درود بر شما جاوید ایران زمین زنده باد آزادی